قسمت 27 صوفی رازی. تلسکوپ منو کجا گذاشتی؟ نمیگم، باید منم با خودتون ببری. کجا ببریم؟ اونجا جای توی آخه. تازه اتوبوس هم جا نداره، فقط اعضای انجمن میتونن باهاش برن. زرنگی، فکر کردی من با این حرفا گول میخورم؟ امید جان، باریکلا، برو تلسکوپو بردار بیار دیگه. آفرین پسر. نمیخوام. اون دفعه که رفته بودی برای مسابقه پیدا کردن ستاره ها، خودت گفتی دفعه بعد اگه بشه منم با خودت میبری. حالا ببر دیگه. آره گفتم، ولی باور کن مسئول انجمن اجازه نداد. گفت هم باید بزرگتر باشی، هم تلسکوپ داشته باشی تا بتونی تو مسابقه شرکت کنی. یعنی چون من کوچیکم و تلسکوپ ندارم نمیتونم ستاره‌ش راز بشم؟ آره نمیتونم. نگاه کن چه فیلمی داره بازی میکنه. خیلی خوب بابا، حالا تو گریه نکن. من قول میدم با مسئول انجمن صحبت کنم تو اگه بشه تو رو به عنوان مهمون با خودمون ببریم. راز میگی؟ البته. جون راستی این دفعه قراره مثل دفعه پیش ستارهایی که تو فرستان آقای فرانسوی بود پیدا کنیم. بذار ببینم اسمش چی بود. مسیاره؟ نه این دفعه فهرست صوفی رو رصد میکنیم. صوفی دیگه کیه؟ بندازه اون آقا مسیه معروفه؟ البته صوفی ستاره‌شناس مشهور قرن چهارم ایرانه. اون اولین فهرست از اجسام غیر ستاره‌ای رو سالها قبل از مسی فرانسوی نوشته و کلی از اجرام آسمانی رو هم کشف کرده. چه جالب. ببین ایمان، من تلسکوپتو بهت پس میدم. باشه. خب تو هم برام تعریف کنین آقا صوفی چیکار کرده. قبوله؟ باشه، چی از این بهتر. به این میگن یه معامله پایا پای. بار با پای عوض میشه. بیمزه. نگاه کن. به به که خوشمزه است. خوشمان آمد. من میمیرم برای انگور بیدانه. ستاره شناس بزرگ صوفی رازی وارد میشود. سلام قربان. بالاخره آمدی صوفی. صبر کن ببینم چرا گفت صوفی رازی؟ رازی یعنی اهل ری قربان. تو هم؟ ری چقدر دانشمند دارد. از فک و فامیل های زکریایی رازی که نیستی. نه قربان، سعادت نداریم. خب بگذاریم، تعریف تو را زیاد شنیده ایم. همه تو را قابل ترین ستاره شناس عصر حاضر می دانند. برای همین هم تو را به اصفهان دعوت کردیم تا در خدمت ما باشی. لطف دارین قربان، اما کار اصلی من تشریح یافته های پیشینیان یونان در علم نجوم مثل مجسمه بطلمیوس و ترجمه آثار اونهاست. ما را هم به شاگردی خود بپذیر استاد. شوخی کردم بابا، ناراحت نشو. دادم خانه با وسایل کامل برایت حاضر کردن. تازه از راه رسیده ای، خسته ای. حالا برو و استراحت کن. نه قربان، من خسته نیستم. میخوام زودتر در آسمان صاف اصفهان به رصد ستارگان بپردازم. با اجازتون قربان. عبدالرحمن صوفی از بزرگترین دانشمندان قرن چهارم هجری قمری و ستاره شناسی دقیق و اهل عمل بود. این آبکش چیست جلوی صورتت گرفتی صوفی؟ خودت درست کرده ای؟ این وسیله رو من برای اندازه‌گیری قدر یا میزان روشنایی ستارگان اختراع کردم. خب به درد هم میخورد؟ البته، به کمک این فهمیدم که بطلمیوس اشتباه میکرده. این بطلمیوس هم الکی معروف شده ها، هرچی گفته اشتباه عذاب در آمده. نه اینطوری نیست قربان، دلیلش اینه که در اون زمانها هنوز وسایل دقیقی برای رصد ستارگان اختراع نشده بود و تصور عمومی مردم نسبت به ستارگان هم پر از عقاید خرافی بود. اینه که بطلمیوس به عنوان یکی از اولین رصدگران علمی جهان تنها با مشاهده ظاهر آسمان و حدس و گمان به نتایجی رسیده که منجمین بعدی رو به فکر واداشته تا ابزارهای جدیدی رو برای اثبات یا رد نظریاتش ابداع کنند. مثل این قربان. من که نفهمیدم این چیش؟ این استرلابه، باهاش میشه جای هر ستاره ای رو تو آسمان پیدا کرد. اینو فهمیدم، جمله های کوتاه رو راحت میفهمم. بچه ها، در اون زمان هنوز تلسکوپ اختراع نشده بود و صوفی مجبور بود با وسایلی که خودش میساخت ستاره ها رو رصد کنه. اوه پاپاراتسی نگیر، با زندگی خصوصی مردم چی کار دارین؟ او در حین رصد ستارگان به کشفیات جالبی دست یافت. صوفی اولین کسی است که ستارگان مزدوج یا دوتایی را بدون تلسکوپ کشف نمود. کجا رو نگاه میکنی آقا؟ اون ستاره چشمکزن رو میبینی؟ کدوم یکی رو داری میگی؟ آسمون که پر از ستاره است. خوب نگاه کن، اون یکی رو میگم، اون که کنار دوم دب اکبره. من فکر میکنم اون نور مربوط به دو ستاره است که به دور هم میچرخن و هر وقت روی هم قرار میگیرن نورشون کم میشه. وقتی هم که در کنار هم قرار دارن نور بیشتری از اونا به ما میرسه. چه باحال.
خب دیگه با اجازتون ما داریم میریم یمن. به سلامت صوفی جان، سوغاتی ما یادت نرود. صوفی تصمیم گرفت به یمن بره تا آسمون رو از اونجا هم رصد کنه. اون دیگه چیه؟ اون لکن او در سفر به یمن توده‌ای ابرمانند را در آسمان رصد کرد که در اصفهان قابل رؤیت نبود. آه چه ابری، امشب باران میآید نه؟ ابر؟ نه، من فکر میکنم اون یه مجموعه از ستاره هاست که چون خیلی از ما دور هستن به شکل ابر دیده میشه. این توده را اروپاییان تا 6 قرن بعد که دریا نورد و کاشف مشهور ماجلان آن را دوباره کشف نمود ندیده بودند. ولی عجیبه بدونید که امروزه این توده نه به نام صوفی بلکه به نام ماجلان ابر ماجلانی بزرگ خوانده میشه. او با دستی پر از یمن بازگشت و به مشاهدات رصدی خود ادامه داد. اقید صوفی، یمن خوش گذشت، سوغات آورده ای؟ اونجا رو نگاه کنین، اون کهکشان رو میبینی؟ خب چرا یواش حرف میزنی؟ در همسایه خوابن، اون کهکشان مارپیچیه رو من کشف کردم. صوفی نخستین کسی بود که کهکشان آندرومدا یا مارپیچی رو که در فاصله 2.4 میلیون سال نوری از ماست بدون تلسکوپ رصد و مطالعه کرده. سال نوری دیگه چیه؟ سال نوری مسافتیه که نور در طول یک سال طی میکنه. خب چقدر میشه؟ نزدیک به 10,000 میلیارد کیلومتر میشه. سیمون مارلیس 700 سال بعد از صوفی صحابی آندرومدا را با یک تلسکوپ بسیار ابتدایی دوباره کشف نمود. صوفی بزرگ وارد میشود. سلام قربان، اینم آخرین گزارش من از رصد ستارگان. آفرین، تو بزرگترین منجمی هستی که ما میشناسیم، تو را برای همیشه پیش خودمان نگه میداریم. پیک مخصوص وارد میشود. سلام قربان، من از شهر گور در فیروزآباد خدمت رسیدم. بله میشناسیم، شهر گور زادگاه مرحوم ابن مقفع است. خب چه میخواهی؟ قربانت گردم، ما در شهرمان استاد ستاره شناسی نداریم و آمده ایم اینجا از شما کمک بگیریم. استاد خوب سراغ دارید؟ صوفی جان سری حاضر شد و با این آقا به شهر گور برو. ولی قربان، همین الان داشتین میگفتین میتونم برای همیشه اینجا بمونم که. بی خود گفتیم بابا، یالا ببینم را بیو. بای بای. به به، خوش آمدی جانم، خوش آمدی. در اروپا مشاهدات صوفی تا زمان اختراع تلسکوپ ناشناخته باقی مانده بود. صوفی در فیروزآباد هم به رصد ستارگان پرداخت و با کوشش فراوان تونست 7 جسم غیر ستاره دیگر را هم رصد کند. صوفی آنقدر در شهر گور به پژوهش‌های رصدی خود ادامه داد تا به شهرت فراوان رسید. او حتی نصف النهار شیراز را نیز به دقت محاسبه کرد. امروز در اینجا جمع شدیم تا از زحمات ستاره شناس محبوب ما صوفی رازی قدردانی کنیم. هورا! همینجور قدردانی کنین؟ بله قربون. خب دیگه من مرخص میشم قربان. حالا کجا با این عجله؟ امشب برات مهمانی گرفتم، دادم برای درسته آماده کردن. اما من میخوام حاصل مشاهدات رصدی خودم در طول این سالها رو در کتابی بنویسم. میترسم عمرم کفاف نده تا اونو تمام کنم قربان. باشه برو. با اجازه. بای بای. بد نیست بدم یه مجسمم از خودم بسازن. صوفی در سال 353 هجری قمری تصمیم گرفت کتاب معروفش سورالکواکب را بر اساس مشاهدات رصدیش بنویسد و در آن به معرفی و طبقه‌بندی کامل ستارگان بپردازد. او میزان درخشندگی، رنگ و موقعیت ستارگان را در هر صورت فلکی پیاده سازی کرد. صوفی قدر یا میزان درخشندگی هر ستاره را با دوایری کوچک و بزرگ و عددی در کنار آن نشان داد و این دقیقاً همان روشی است که امروزه ستاره شناسان اروپایی از آن استفاده می‌کنند. سلام، ببخشید، می‌دونید روش ثبت روشنایی ستاره از کجا اومده؟ نه، به مرگ تو نمی‌دونم. ای بابا. بله بچه‌ها، قدر ستاره‌ها رو اینجوری مشخص می‌کنیم. آقا، می‌دونید این روش رو دانشمند ایرانی صوفی ابداع کرده؟ برو آقا، برو ببینم، وگرنه 110 رو خبر میکنم. آن یافته‌های علمی ما رو میخواییم ببرین زیر سال. بفرمایید قربان، کتاب کامل شد. من کاتالوگی از تمام ویژگی ها و مختصات 1018 ستاره رو در 48 صورت فلکی با استفاده از مشاهدات شخصی و محاسبات دقیق تهیه کردم. آفرین بر تو صوفی جان. یه توکپا بیا دفتر قصد، یه کاری با حد داره. چکم حاضره.
صوفی همواره مورد تایید بزرگان علمی ایران و جهان بوده است. سورالکواکب باورم نمی شود که 300 سال قبل از من نوشته شده باشد. آن را به فارسی ترجمه خواهم کرد. من برای تایید درستی سخنان علمی خودم در مورد ستارگان اکثرا به کتاب سورالکواکب مرحوم صوفی مراجعه کردم. صوفی حتی در کهولت نیز دست از تجربیات علمی خود بر نداشت. او با فعالیت‌های رصدی خود مقام و مرتبه ستاره شناسان را در جامعه بشری ارتقا داد. نه آقا جون، ما دختر به دانشجو جماعت نمیدیم. ولی پسر من دانشجوی ستاره شناسیه. ای جون من، راست میگی؟ مبارک پسرم، تاریخ عقد کی باشه خوبه؟ جالبه بدونید که انجمن بین المللی نجوم به پاس خدمات علمی صوفی یکی از دهانه‌های ماه را به نام این دانشمند ایرانی ثبت کرده است. بفرمایی ماهای، این هم تلسکوپت که قول داده بودم. دستت درد نکنه. چرا انقدر شیشاش کثیفه؟ این خیال یادت نره، تو هم باید به قولت عمل کنی. کدوم قولو میگی؟ شوخی گرفته. آره ببین، من از همین الان دارم خودم رو تصور میکنم که خیلی با کلاس پشت تلسکوپ وایسادم و دارم آسمون رو تماشا میکنم. به این میگن انگیزه. واقعا نمیدونستم که اینقدر به ستاره شناسی علاقه داری. راستی من به این میگی این مسابقه آقای صوفی چه جوریه؟ خب میدونی تو این مسابقه ستاره شناسی آماتور باید در طول یک شب تعدادی از اجرام آسمانی رو که صوفی تو کتابش آورده با تلسکوپ شکار کنن و به هر کسی که زودتر و دقیق‌تر این کارو بکنم جایزه میدم. انگیزم زد بالا، بزن بریم. کجا؟ مگه الکیه؟ من که هنوز با مسئولمو صحبت نکردم. ببینم خودم با مسئولتون صحبت میکنم. تازه نگران اتوبوسم نباش، بغل دست راننده میشی. بغل دست راننده؟ آره دیگه، براش چایی میره.